این هم اون کوفته هایی که وان نمیره این کوفته و اینم آب کوفته تمام قلقه هایی که چیکار کنیم کوفته و وانره رو تو این فیلم براتون گفتم فیلم رو تماشا کنید و لذت ببرید سلام عرض کنم خدمت همه دوستان امروز میخوام بهتون کوفته زرشک آموزش بدم خیلی خوشمزه است و مطمئنم که خوشتون میاد. البته یه چیزای آپشنال من بهش اضافه کردم دوستانشید اضافه نکنید. بریم سراغ مواد اولیه. سبزی کوفته داریم به اندازه لازم. حالا اندازه‌شو بهتون یاد میدم که چیکار کنیم. زعفرون دم شده به میزان لازم، رب گوجه فرنگی، نمک، گوجه خوش شده، ساندرای تومیتو، حالا هر چی که شما دوسته تو ایرانم بهش گوجه خشک میگن، زرشک مقدار زرشکمونم یه پیمون است یه, یک کاپ دقیقا یه کاپ استاندارد زرشک استفاده کردم گردو تقریبا پنجاه گرم هر جفت اینا رو من داخل آب داغ گذاشتم به مدت دو ساعت مونده به این شکل در اومده خب ادویه خاصی زیاد نداره زرچوبه داره فلفل قرمز داره یه مقداری هم در آخر شاید فلفل سیاه بهش اضافه کردم و ادویهش همینه کل اما میریم سراغ بزنیم این یه دونه اینجا قایم شده میریم سراغ باقشی یه تیکه چوب دارچین داریم همین میزان کفایت میکنه پودر دارچینم نه برنج یه پیمونه دارم لپه تقریبا 150 گرم دارم البته همه رو استفاده نمی کنم بند 150 گرم استفاده میکنم پیاز یه دونه درسته دارم و یه دونه پیاز رو رنده کردم آبشو گرفتم گوشتی هم که اینجا وجود داره مخلوط گوساله و گوسفنده با هم دیگه خیلی سوال میکنن که کوفته های ما باز میشه فلفل دلمه هم یادتون نره خیلی سوال میکنن کوفته های ما باز میشه همیشه کوفته درست میکنید بذارید آب 100 درصد جوش باشه یعنی سوستون صد درصد جوش باشه بعد کوفته رو اضافه کنید همیشه هم از قدیم میگن آب باید کمر کوفته باشه یعنی اگه آب سرد باشه بندازید منتظر باشید به جوش کوفتتون وامیره. امروز قلقاش هم بهتون یاد میدم چی کار کنید که کوفته هاتون واز نشه میخوام یه سس خوبم بهتون آموزش بدم بذارید ظرفم ظرفمو بیارم خب این ظرف و گذاشتم کنار اولین کاری که میکنم اینه یه دونه پیاز رو برای درست کردن سسش اصلا هم سخت نیستش به این شکل خوردش میکنم زیادم سخت براش نمیگیریم خیلی ساده است و راحت درست میشه این از این ببینید مواد اولیه رو آماده کنید کوفته غذایی که ده دقیقه درست میشه خب میام سراغ فلفل دلمه همین دو تا تیکه برای کارمون کفایت میکنه بیشتر هم نیاز نداریم این هم سعی میکنیم که به این شکل برش های ریز بزنیم و با این چوب دارچینی که داشتیم همه رو روونه ظرفمون میکنیم خیلی ساده و خیلی راحت این شد سسش. دیگه فکر نمیکنم آموزش کوفته ما از این راحت تر داشته باشیم خب حالا کاری که میکنم میام سراغ روب روب هم ببینید یک قاشق و دو تا قاشق بهش رب اضافه میکنم کمی هم روغم میریزم و تفتش میدم بعد آب 100 درصد جوش رو بهش اضافه میکنم اما قبل از این که بخوایم جایی بریم عدویهش هم بهش میزنم به اندازه نوک قاشق زرچوبه و نوک قاشق هم فلفل و همینطور نمک نمک هم میتونی تو همین مرحله اضافه کنی تقریبا یه قاشق و چای خوری یه مقداری بیشترم بهش نمک اضافه میکنی حالا یه ذره روغن میریزم و میذارم فقط یه تفت کوچیک بخوره و آب جوش رو بهش اضافه میکنی خب تقریبا هشت دقیقه است که دارم اینا رو تفتشون میدم ببینید پیازام نرم شده رنگ روبم باز شده تعم خامی روب رفته و حالا کاری که میکنم آب 100 درصد جوش بهش اضافه میکنم حالا آب چقدر یه مقداری بعد خب این آب داره برای هر پرسی بعد در نظر بگیریم مثلا من میخوام چهار تا کوفته درست کنم اندازه چهار تا کاسه هم آب اضافه میکنم یه دونه هم برای بخار شدنش این اون یه دونه است پرونده سسمون بسته شد میریم دیگه باقی کارو آماده کنیم ببینید انگار جا افتاده کاملا حالا میذاریم اونقدر قول میخوره تا پیازا نرم نرم میشه وقتی که شد پیازا اون وقت میتونیم بیاریم کوفته بهش اضافه کن. برنج اضافه شد لپ اضافه شد لپ هم ببینید پخته به این اندازه ببینید وقتی فشار میدیم راحت له میشه برنج هم, گذاشتم تو آب فراوون جوشید و برنج هم آب کش کردم برنج هم میبینید به راحتی له میشه گردو رو یه مقداری خوردترش میکنیم به این شکل این گردوها وقتی که مزاش شده هم میاد موقع خوردن آدم سپرایز میشه به خاطر همین زیاد ریز ریزش هم نکنید ببینم کمی یه دستش بکنم الان سایزش هم بهتون نشون میدم وقتی گردوها کاملا خیس خورده باشن به راحتی خورد میشن اینم از گردو هامون گردو ببینید به این اندازه خوردش میکنیم و اینم پیاز چیزی که مهمه این پیاز باید حتما آب گرفته باشه آب این پیاز رو من کاملا گرفتم اضافه میکنم میریم سراغ عدویه ها اینم دوباره یه کوچیک زردچوبه و یه کوچیک فلفل پاپریکا هم دوست داشتید میتونید بزنید خب نمک تقریبا موادمون یه یک کیلی میشه یه قاشق چایخوری پر زرشکم هم گذاشتم آبش رفت ببینید اینم از زرشکم زرشکم اضافه میکنیم و همچنین گوشت این مواد همه میره برای هم خوردن اما در رابطه با سبزی هم من خیلی سوال میکنم سبزی کوفته باید چقدر باشه من به تو اندازه رو یاد میدم اندازه چشمیش اینه که به اندازه سبزی بزنید که وقتی که کوفته رو میخوری تو تمام قسمت های کوفته بتونید به راحتی سبزی رو ببینید اینم اگه بخواید کاپ هم حساب بکنید تقریبا من اندازه یک کاپ یا یه پیمونه بهش سبزی خشک میزنم البته تو فیلم های دیگه اندازه ها رو گفتم ولی این زیاد مهم نیستش خب اینم اضافه کردیم میایم سراغ زعفران اینم زعفران ناب یه مقداری هم زفران بهش اضافه میکنیم حالا مدت هم زدن دیگه این مدت هم زدنش یه مقداری زیاده تقریبا به اندازه 7 دقیقه باید کاملا ماساژش بدیم بعدم ماساژ میدم و من دوباره برمیگردم لینک چاقوامون براتون پایین تو قسمت دیسکریپشن میذارم میتونید از چاقوامون هم خرید بکنید اون ساندرای تومیتو هم برای ما بینشه میره وسطش بریم هم بزنیم ببینیم چی میشه من فقط یه قاشق هم آرد نخودچی بهش اضافه کردم یه قاشق غذاخوری آرد نخودچی دیگه بیمش میکنه که این به هیچ عنوان واز نشه این ساندرهای هم این گوجه خوشگم میداریم داخلش و چیزی که مهمه این مرحله است میبندیمش یه مقداری دستمون رو مرتوب میکنیم به این شکل بعد شروع میکنیم با کوفته بازی کردن به این شکل سعی کنید تو دست قل بخوره این قله خیلی کمک میکنه ترکاش میگیره شیپش رو درست میکنه و اون چیزی که میخوایم در میادش یه مقداری رو اون قسمتی هم که چیزی پر کردیم حالا هرچی دوست داشتید ولی من این ساندرای خیلی خوشمزه میشه درست میکنم اینم از این کوفتمون آماده است زیادم بهش گیر نمیدیم کوفته رو دوباره با دست بازی میکنیم باهاش به این شکل مطمئن میشیم بعد پرتش نمی‌کنیم. ببینید آبم در حال جوشیدنه آروم ببینید دقیقا کوفته تا کمرشه دوباره این یکی یه قل کوچیک به این صورت این هم اون فوت کوزه یریشه که بهتون گفتم باید 100 درصد آب در حال جوشیدن باشه کفتم آبش تا کمر این هم از این خب حالا این یه دونه آخری را من یه مقداری متفاوتش کردم اینجوری تو زرش قلتون نمش و ما هم در حال آزمایش کردن این دائم دیگه اگه بشه رو کارش هم بتونیم کار کنیم خیلی خوب میشه این هم از این و آروم میره داخل آب حالا زمانی که پخت فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم اومدیم سراغ کوفته همون ببینیم تو چه وضعیتیه ببینیم یه دستی هم دارم فیلم میگیرم و کوفته رو ببینید یعنی با این تو سر یه نفر بزنید کاملا سرش رو کوفته ما وارفتنی نیستش یعنی وارفتن تو کارش شست نگاه کنید ببینید کاملا خوشگل یه دست فقط کافی رسپی رو دنبال بکنید بعد هم برش میگردونید به این شکل میبینید با قاشق میزنید کوفته بر میگرده اون نصفیش که حالا کاملا پخته نشده ولی به نصف که رسید میتونید کاملا برش گردنید بذارید این یه دونه رو بهتون نشون بدم ببینید هیچ مشکلی ندارم خب دیگه آماده شد سروش میکنم و با هاتون خدافزه میکنم بریم سراغ اثر هنری آماده شد و جا افتاده تقریبا من یه دونه رو در بیارم بیرون اینم از کوفته ببینید دقیقا با همین میشه راحت سر کن و چش در اینم از کوفتمون یکی دیگه شم براتون در بیارم بیرون ببینید اینا همشون آخ بعضی همین کوفته های ما وا میره های ما وا والا کوفته من نمیدونم چه جوری وا میره بلد نیستم یه جوری درست کنم که وا بره خب اینم از کوفته هامو این از این بذارم کنار آقا دم همتون گرم بیننده ما هستید به شفتون اعتماد کنید این همه سال داریم براتون آشپزی میکنیم کوفته چند تا قلق داره اون ماساژ قدیما کوفته رو با ساتور من مادرم یادمه تو خونه با اینکه چرخ گوش داشتیم یا مثلا میتونست دوباره چرخ بکنه یا هر کاری کنه حتی گوش چرخ کرده رو ور می داشت یه تخته های چوبی داشتیم با ساتور میزدش گفتم چرا میزنی اینو با ساتور میگو وقتی اینو میزنم چسبندگیش بیشتر میشه تازه الان بعد 20 سال آشپزی کردم میفهمم که بابا قدیمی ها تو دنیای آشپزی هر چیزی که میگفتن واقعا حرفشون حق بود دم همتون گم هم. کوفته هم کوفته مادرم وارفتنی نیستش دوستتون دارم و از خدا بهترین رو براتون آرزو میکنم سعی کنید فیلم های ما رو اشتراک گذاری کنید ما رو به دوستاتون پیشنهاد کنید و یه سری فیلم های متفاوت هم داخل اینستا دارم میتونید تشریف بیارید و در خدمتتون باشیم فقط کافیه تو این سرچ بکنید جواد جوادی دمتون گرم شبتون خوش